أستاذ السلام عليكم، خوب هستين؟ شو سلام شو رفتا جان، چطور هستین؟ خوب خوب هستین؟ هستين؟ زنده باشين، تشكر. فامي المحترم خوب هستين؟ الحمد لله. شكرا. سلام عليكم أستاذ. سلام، چطور خوب هستین؟ هستين أستاذ؟ صحتم خوب هست؟ فضل خدا فرما جان. امو موضوعات را که بر ما داده بودی خو امروی امو واتساپ چالان هستیم دیگه، تا جایی که من میتونم خو یک ذره مشکل ها محصی را آدم بفهمانه. مگر سلامت باشین استاد. دوسری دفعه ما چون که عکس العمل ازشان گرفتی چطور هستن، استفاده میشه یعنی؟ استاد یک تعداد موضوعات رسیده بود، ما هیچ استاد مفهومش نفهمیدم. در میچی در واتساپ که گپ زدیم؟ نه استاد، ایمیل روان کرده بودین. در ایمیل ایمیل روان کرده بودم؟ بله استاد. در کدام موضوع ایمیل روان کرده بودم بعد؟ استاد یک موضوعات آمد، من هیچ استاد مفهومش نفهمیدم. باز استاد برتون در واتساپ روان میکنم. امی دفعه امی پیشتر امی افتک روان کردم. او بله استاد، امی افتک. و دبل دبل چارت شده بود و قدر چیز مهم نیست کم پروتوکول پرینیتل کیر او بله استاد. ایسیوجیست دک خو بله ایسیوجیست بله. مرا خو چیش دارین پاسورد ما دارین؟ بله بله استاد. چون که بود مفصل چی را پرینیتل کیر بشنوین اونمون رو واس کنید بخوانین، نمی چیزایی را که ما برتن میگم یک چیز بسیار خلاص شست. درست است استاد، تشکر بسیار زیاد. اون از خاطر ما دیدم که همون خوب چیش نشده بود، بخیر من تو سر به سر برنج شده بود. آه استاد، تایپ شده بود سر به سر، هیچ استاد فهمیده نمیدونستید. با اینکه نوری جانم آمدن خواهنوز خواهی یک دو سی دقیقه دیگه انتظار بکشیم. نام خدا جمعیت ما روز به روز زیاد شده میره. یک دو سه چهار پنج شد منتها اینجا 14 نفر است در گروپ ایمیل ما. یک خود دکتر صاحبای جرایی و داخلی چیز که اونا یک ضرور نیست که شرکت کنند. یک تعداد هستن که مالدار نامشان نمیگیرم از نقاط مختلف افغانستان. ما حاضر هستم در هفته افر 24 ساعت برای کانسلتیشن. وقتی که کانسلتیشن میشه تلفن میکنن، باز میگن که یه ندیگه در دیگه هفته ما شرکت میکنیم، باز میرن و میرن و میرن نمیبینیش. باز که کانسلتیشن نه میگن سلام روستایی به مدعا نیست، نه باز اینا لیه اکثرشون نمیان به گروپ ها. غیر اینمی شما که هستین که بیخی از دکتر صاحب های مداوم هستین. استاد قدر زر پیش زرگر است، هر کلمه تان به ما دار است استاد که مشنویم باز در عمل پیاده میکنیم. استاد باز قدر تان در او وقت میای پیش همه ما استاد، ما مدیون تان هستیم استاد. خداوند شما را 100 ساله بسازه. من مدیون شما هستم که برای من همین زمینه رو مساعد ساختین که من بتانم یک 4 کلمه رو برتن امرتن شریک بسازم. این گفت خود روست از افغانستان نه تنها در تبابت در هیچ زرگر نیست، کل اگه هنگر هستن اونا از زرگر هیچ کدوم رو نمی کنند. مالای دختر مرچی بخم که دادن دورینی کاکاو بوسه تفاید مهندس از آکتیت است. ما میرم آقاستان اگه اونجا کمک کنیم. رفت یک 3 سال اونجا بود. یک اکادمی پلیس کنه اومو ساخت کنش از نخشیش تا به تمیماتی و چیزش باز قصه. بیرون شده من از دست رشوه خویی و هر روز من $1,000,000 برد میدیم فرق کل دیگه گفت رشوه بخورم. آخر گفت که من گوشه خیلی گرفته با آقایم بس من این طرف میده خرد زدن نه میخوام. استاد مشکلات از افغانستان بیهت راستی هم
شنیده بودیم استاد، یک بار دیگه هم شنیده بودیم. از نظر ابجکتیو آدم اینه با کدام نظر میبینه میگه که در ابجکتیو آف پری نیتل کیر از تو وات مقصد ما چی هست که یقین حاصل کنیم که یک حامله داری به صورت عمومی مجموعی و ختم بیفته و یک طفل بسیار صحتمند بدون کدام موربیدیتی یا مورتالیتی به جامعه تقدیم کنیم، برای مادرش تقدیم کنیم. این مقصد پرینیتال این است که ما بتانیم که یک مادر صحی و یک طفل صحی را برشان در این دنیا بیاریم. خب این حال از نظر ابجکتیو آنوزم میگه که مقصد ما چی است. It is essential for physicians and midwives who assume responsibility for prenatal care. میگه شرطی اساسی است بر دکترها و بر قابل صاحبا که آشنا ساخته باشن بر normal physiologic changes of pregnancy که در وقت حاملگی چی تغییرات در وجود صورت میگیره as well as pathological changes. هم نه ترک فیزیولوژیکش هم میفهمن، پاتولوژیکش هم باید بفهمن که در وقت حاملگی چی چیزهای به صورت غیر طبیعی هم تغییرات میه. That may develop during pregnancy. که اینمی ممکن است که در وقت حاملگی مثلا در یک مریض پریکلمسیا پیدا میشه یا مثلا بالانفراتس پیدا میشه. اینها کلش چیزهای پاتولوژیکال است. فیزیولوژیکالش اونم است که پرگنسی چطور تشکیل میشه، تو نشونما میکنه، آی جی آر نمیشه، اوورویت نمیشه، یک چیز نرماله. دگاهش کلش پاتولوژیک است. یا مثلا او مریض را که دو هفته بود یا دو ماه بود که آمد امر ایف آیش صفر بود، چندین طفل هم زایه کرده بود با زور خودشم 23 هفته بود نه ابراهیم جان؟ 26 هفته بودستم. اونو مثلا پاتولوژیکال چینجز است. Bad prenatal care may be worse than none. اگه آدم prenatal care مقصد که برای مریضا آماده بسازه، خود اگه خراب prenatal care باشه از نبودنش که خراب تر است. پس اگه آدم میخونه مریضی که بسیار وقت است که در prenatal care ما شما سبب یک موربیدیتی یا مورتالیتی اطفال میشه، از این خاطر آدم باید بسیار کوشش کنه که امرای نظمی موضوعات فیزیولوژیک و پاتولوژیکش خود آشنا بسازه. این مسئولیت که در گردن ما شماست که یک طفل صحیح و یک صحیح صحتمند و یک مادر صحتمند در جامعه داشته باشه. خب اینی رو ما براتون روان کردیم. اینی رو اگر کلتان ما شما هر روز سر زیگپ میزنیم، ما شما استاندارد مدیسن میخوانیم، ما شما اویدنس بیس مدیسن میخوانیم. اویدنس بیس مدیسن اساساتش یک چیز چیز که آمده کیمیا جان آمده اساساتش موضوع چیز موضوع ریکرد کیپینگ است که آدم معلومات صحیح و
درست از مریض آدم معلومات جمع کنه که این میره توسط ریکورد کیپینگ میکنه. حالا خود امریکا بسیار چام شده که کل این کاغذ و باغذ نیست، کلش در کمپیوتر است که در مریض میاد میبینه شادم و معاینات کلش اونجا آدم تایپ میکنه نوشته میکنه. خب به هر صورت این میره هارد کاپیش بسیار زیاد میمید. این از چه خاطری ای را امریکن کالج توصیه کرده مخصوصا برای جایی که الکترونیک میدیکل ریکورد ندارن؟ از خاطری که یک چیزی بسیار زیاد خلاص جامع و بسیار زیاد مفید است. مثلا مریض که پیشتان اول می تاریخ شست، نام اول نام دو می شد ایره ملاخون غیر خطا می خورا و باز پس می دیگه نمره آیدی شست در شفاخانه که ولادت می کنه، نیوبورن فیزیشن که دکتر اطفالش کی است دیگه کی روانش کده براتون برازی کردم. ما شما مسئول هستیم که هر کسی که یک مریض برای ما روان میکنه باید یک راپورش پس برش روان کنیم از نظر خود پروفشنالیزم که این مریض آمد. بسیار زیاد تشکر از این رفرالت و ما اینه تکده میدونه کردیم اینه پس برات روان کنیم. دیگه پرایمری پرووایدرش کی هست؟ کی به صورت ابتدایی اولی مسئولی ازی هست؟ باز این دیگه کل چیزهای دیگه ایش هست. مثلا ما که ازدواج کرده یا مثلا سنگل هست یا خیلی مشاهدهش هست. مشاهدهش هست که به صورت خلاص برای شما در اینجا میگه حاجت ازی نیست که بازر دفعه کمه دیرک ببینین در یک شیت کلش هم میبینین خلاص. اینه باز در اینجا برتن میگه مثلا هارت دیزیز سابقه شما میگه که چی چیزا را در سابقه داشته یا نداشته. خب کلی چیزا این دیمی یک صفحه است براتون. مثلا میشه زود هم است و باز این اینجا ای فلو شیتش است که هر روز که میاره مثلا تاریخش است و باز وزنش است و مثلا قلب جنینش است و فشار خونش است و کل چیزایش است. این فشار خون است اینجا باز در آخر اگه خواسته باشین یک کامنت هم است اینجا نشته میکنین که مریض این دفعه مثلا وزنش دفعتا 2 کیلو در یک هفته بلند شده. اینی یک رد فلاگ یک بیرق سرخ براتون نشان میده که یک چیزی است که باید آدم متوجه باشه. اینی را اگه کلش پرینت کنین و یعنی 2 صفحه است فقط برای پرینتال کیرتون بگیرین بسیار براتون آسان میشه و وقتتون هم محفوظ میشه و یک تبابت استاندارد هم میکنه. خب اینا اول دفعه که مریض میاد چی میکنیم امروش؟ اول دفعه که میاین استاد با مزد همین اجازه ریکارد هم میخواستم. بله ریکارد خودتا نداریم ریکارد نه نداریم این دستی کرده. چرا وقت نگفتی؟ من یادم رفت برای که من ایفوم یک تعداد ریکارد میکنن یک تعداد نمیتونن ریکارد کنن. خب هدف ما چیست دهی؟ کامپریهنسیف یک چیز بسیار وسیع که چطور ما با یک وسحت پرینتل کیر را برشون اجرا میکنیم. استابلش کیر از ایزیلی از پاسبل هر قدر که آسانتر باشه اون مقدر که این میش چارت از یکی از اون موضوعات است که برتون آسان می سازه. No later than 2 months period. که هر قدر که زودتر پرینیتلش شروع کنیم از 2 عادت موار خود که ندیده از او کده زیاد باید کوشش کنیم که از او کده زیادتر نباشه. 3 ماه 4 ماه 5 ماه پیشتان نبه. سن 8 هفته 6 هفته. برزی که در فرست ترمستر بسیار زیاد مهم است. I'm staying in my خلاص شده. Define the health status of mother and fetus. ارزیابی کنیم که صحت مادر و فیتوس چطور است. To determine the gestational age of the fetus. که پیدا کنیم که چقدر است. او رو خود میفهمید last minute period و چی ناگل خود میفهمید ناگل زول که از روز اول عادت ما آدم 3 ماه پس میره باز
یک هفته دست یک هفته سی در از دست ریزیات میکنه خو خوال دمی چی هم هست آیفون خو کلتون داره نی در اونجا هم اپ چی را گد چی کنین اپ ای دی سی را که استیمیتد دیت اف کنفاینمنت از اپل استور بگیرین اونجا نشته کنین که عادت مورد فورا برتن میگه که چند هفته است سال چی وقت است ای دی دیش چی وقت است معلوم دار پلوک اگزامنیشن حتم است شرط است که باید بکنین ما شما در بحثی که سر چی کردیم سر میخوانکیت لیبر اند دلیوری در اونجا مفصل سر مانیات اصلا گب زدیم که پلویمیتری کلینیک و پلویمیتری رو چطور میکنیم چطور میبینیم که تمام چیزها رو که گفتیم محبله، اونقه، رحمه، سایزشه، سیمیتریشه، قلب جنینه دیگه ابدامنال سایز آف در یوروس بسیار جد مهم است برازی که در هفته بیستم اکثرا بیستدی فوق العاده زیاد غور رحم در سره میرسه بعد از او هر هفته یک سانتی متر بالا میره این کسایی را که ما شما یک جای کار کردیم گفتیم که کوشش کنین که غور رحم امرای انگشتایتان پایین نکنین این بسیار زیاد مهم است برای از اینکه اگه اینی غور رحم است شما این انگشتایتان تعیین میکنین غور رحم اتر بلکل کمون رسم مورد نیست این اتر است تجوش بلند و تجوش پایین است اما تیپ که در سر چی ماندین از میانه یه دست دیگه تانه در سر تیپ میمانین این اینجا مثلا از میانه است خب این مثلا این اینجا از میانه است این اینجا دست تانه در سر تیپ میمانین ات بالا میکنین طرف چی طرف غلط کل رحم ایت در دستان گرفتین کل رحمه که دستان گرفتین یک دفعه آدم میفهمه کجاست بالایش بهترین طریقی که آدم غور رحمه تعیین کنین اون امرو که یافتین دستتان رو قیل میکنین میبینین که در زیر دستتان در کدام سانتی متر است چی این بهترین طریقیش چیست و معمولا اترام کوشش کنین که اگه شما یک مریض بر ده نفر بتین که او را غور رحمش رو تعیین کنه به شش اندازه مختلف میه که همون یک نفر به یک تکنیکی یا یک نفر یا کل به یک تکنیک تعیین کنه مثلا اگر تکنیکتون غلط باشه یکی میگه که این هفته 26 همش هست باز دیگه ما که میه میگه 24 همش یا 25 همش معلوم دار شما رو مخشوش میسازه برای خاطر بسیار زیاد مهم از غور رحم تعیین کنه دیگه معلوم دار آلتراساوند در هفته در ترمستر اول مهم است باز قدر مهم نیست غیر از اینکه آدم یک اشتباه یا جی را داشته باشه برای از اینکه قیمت است مخصوصا در ملک ما مردم میره چی کده نمید تحمل کده نمید اکسری خب موضوع اکسری در وقت پرینیتال چطور است آیا اکسری را آدم بکنه یا نکنه از چایی که کردن تطبعاتی که در وقت که یه آلتراساوند و دیگه ایمیجا نبود اونایی تو پیدا کردن که یک مثلا یک کسی پایلونفرایت داره یا امکان داره که یک هایدرونفروسیس یا هایدرونفروسیس داشته باشه یا تکلیف شش داره هر چیزی که هست اگر ضرور بود که از نظر وخامت و از نظر پیشرفت مرض اکسری رو بکنن امریکن کالج 100% رو توصیه میکنه که بکنید وقتی که مقایسه کردن دیدن که اکسری کردن نقصش از این که خود مرض تشخیص نشه و دوام بده بسیار کمتر است پس بهتر است که رای بهترش هم ایست که آدم اکسری بکنه اگه نکنه نقص خود مرض را کردن تشخیص کرده نمیتونه و تداوی کرده نمیتونه اونم ممکن است که از خود چی کرده نقص اکسری کرده منطقه در اکسری هنوز قدر ثابت نشه میگن که امکان داره و هم نظر به دوزش است که چقدر دوز گرفتن که امکان داره سبب تمیت فال نوزاد شده خب دیگه to initiate a plan continuing obstetrical care این حال پلان برش میسازید اونمو پرینتل کیر که فلوچارت شد برشون مند برتن مندم اینمی هست در ترایمستر اول یک ماه بود میبینید از چهار هفته بود میبینید در دو هفته بود میبینید
سه ماریا گفته بود میبینید برازی که هر قدر که شما در طرف پرم نزدیک شده میرین اما قدر واقعات دفتن و واقعات ممکن است اگر یک ماه بانه وخیمتر مثلا اگر کسی هایپرتنشن پیدا کنه شما نمیخواین معمولا هایپرتنشن بعد از ترایمستر دوم شروع میکنه از این خاطر است که هر قدر که به طرف ترم میرین اما قدر تعداد ویزیتایتان زیاد میشه تو معلوم دار تو پلان فور سابسیکونت and possible hospitalization. این همی فلوچارت برتان میگه. فلوچارت پیشتر تانا میبینین که ده او هفته چی بود، ده او ما چی بود، ده ای ما چی بود. میبینین که یک تغییرات مهم آمده یا ایسته که مریض میگن که یک هفته بود پس بیا یا ایسته که میگنش که چی کو. همی یا شفاخانه بستر شو یا هر تصمیمی که برش گرفتیم. این حال منیجمنت شده میشه. کمپلیت هستی این فیزیکل گفتیم نی؟ اوبستریک هستریش بسیار زیاد مهم است تاریخچه ولادت تاریخچه حمل فامیلی هستری بسیار زیاد مهم است مخصوصا اعتیاد و عادتی که دارن عملی که دارن که نیکوتین الکل هموئین ان کریوز میکنن که بسیار برشون یک اشتهای زیاد پیدا میشه در جمله از یا اما خطرناکترینش سیگرت است و نیکوتین است. الکوهال که به صورت زیادتر خورده شوه یعنی تقریبا هر روز بخوره برای طفل یک بیبی الکوهال سندروم میتن که مایکروسفالیس و ما پورا یادم نیست که دکتر ادفال رو هیروین هم برابر سیگرت نیست بسیار زیاد چرس و مروانا او قدر مضر نیست برای طفل منتها نیکوتین پیشتر رو براتون گفت ده 3000 ماده تاکسیک است ده 3000 ماده تاکسیک همین سه تاش بسیار زیاد مهم است که یکی نیکوتین است یکی کاربن مونوکساید است و یکی دیگه هم سیاناید است سیاناید رو میفهمید که فوق العاده یک زهر قوی است یعنی می کل اگه سبب تقبض اویه میشه ما شما سر از بارها گپ زدیم که تقبض اویه سبب آی جی آر میشه، سبب پریکلمسی ها میشه، سبب ابرپشن میشه، سبب پری ترم لیبر میشه. یعنی می کل گیزی در سیگرت وقتش بسیار زیادتر از کسی سیگرت نمیکشن. ما این رو پیشتر هم گفتیم که در افغانستان چون خانم ها بسیار نادر است که سیگرت بکشن یا چلم بکشن در وقت حاملگی یا مثلا نسوار که هم نیکوتین داره. مگر کسایی که در خانهشون سیگرت میکشه برای زینا خطرناکتر است. برای کسی که خودش سیگرت میکشه او عادت گرفته برای از اینکه نیکوتین اینا رو دفع کنه یا سایناید دفع کنه یک کسی که سیگرت نمیکشه عادت نداره در وجود از این تراکم میکنه پس عرض معمیست همیش میگم تکرار احسن است که هر کسی میپرسان کنید که در خانه تان کسی سیگرت میکشه یا نمیکشه مخصوصا کسایی که یک سابقه مثلا ابرپشن دارن یا پریکلمسیا دارن یا ایستک آی جی آر دارن اگر کس سیگرت میکشه به هیچ صورت در داخل خانه سیگرت نکشه بره بیرون سیگرت خود بکشه و بس بس به خانه از او خاطر که خطرش پیش از اینا بسیار زیادتر است خب دایتش چطور میتونه؟ دایت 2500 کالوری 2500 کالوری که او را اون آدم در اینجا خود دایت شناسن که او را تعیین میکنن دیگه به چند دفعه براتون گفتم که بهترین دایتی که امروز توصیه میکنن که های پروتئین باشه لو کاربوهیدرات باشه و 2000 میلی گرم سدیم باشه خب این های پروتئین خو هر چی که بخورن مثلا باقلی و لوبیا و اینا که بسیار زیاد ارزان است در افغانستان و یا مثلا محصولات شیر که بر باز مؤثر است بر باز نیست مگر پروتئین حیوانی مشکل است مردم از توانش ندارن از این خاطر این پروتئین نباتی هم عین تاثیر داره اخوات شما متوجه برش ببینید که اگه گشنه شدی از بجای از اینکه مثلا یک دو تا نان خشک بخوری یا یک دانه کچوری بخوری یک ذره 2000 میلی گرم سدیم هم تعیین میکنن که در کارخانه نان خود پخته میکنه امرای نمک زیاد نی نمک متوسط با دسر دسترخوان دیگه نمک زیاد نمیکنه اینه میره میگن که تقریبا موافقت میکنه با 2000 میلی گرم سدیم
میرم با شما در بحث پریکلمسی ها بسیار خوب دیدیم که سودیم چی تاثیری داره در سر وقایه از پریکلمسی ها و ترد سپیسنگ و لیک سندروم. گفتیم نه که پریکلمسی ها یک لیک سندروم است. لیک سندروم از خاطر است که فشار آنکوتی که داخل اویا پایان میفته. فشار آنکوتی که داخل اویا را مسئولش دو چیز بسیار مهم است. یک پروتین است، یک سودیم است. اگه این استاس کم شده و مکسای که پروتینی هایپوپروتینیمیا دارن اطفال در افریقا یا در خود افغانستان برشن فوراً اوزایما پیدا میشه. منشیست که خود فشار آنکوتی که پروتین کم است نگاه کرده نمیتونه آب در مسافه سیوم لیک میکنه. از او خاطر سودیم بسیار جات مهم است. هیچ وقت سودیم سر مریضات قطع نکنید. دیگر پرسیسن هایدریشن بسیار جات مهم است. اقلا مریض های عامله باید روز ما بین 8 تا 10 گلاس آب بخورن. چای اینا رو وقتی توصیه نمیکنن به ازی که چای الکلوید تین داره. تین الکلوایدش میگه ممکن است کدام نقص کنه، دیگه ایتر است که بوجود خودش دایرتیک است. دایرتیک است از او خاطر نمیخوان در وقت عاملگی میفهم گرد زدیم سرزی که دایرتیکا لوب دایرتیکا مزار است. خود وظیفه‌اش هست چی میکنه؟ یعنی بسیار زیاد مهم است مخصوصا در افغانستان. بچه‌ها حمل دارن، هم کارخانه را میکنن، هم غم حیوانات را میخورن، هم میرن در مزرعه کار میکنن، هم تندور میکنن، نان خود پخته میکنه. از نظر اکوپیشن بسیار زیاد مهم است. این آدم گپ میزنه، بازش چاره داره، بازش نداره. متاسفانه که در افغانستان ما شوهرها قدر سر امروی خانم ها کمک هم نمی کنیم. دیگه اینی یک مزله بسیار زیاد کلان است و ثابت شده که کار شاقه در این وقت برای از نظر موربیلیتی و مورتالیتی برای اطفال و برای خود مادرها خوب نیست. دیگه باید اونجا در پرینتال کر تنام است که آیا بگیر پلان کرده بودن یا نکرده بودن. در افغانستان خواهی چه عاملگی پلان نیست. او چی را خوب روز دیده نوشه و داکومنتری را که صدیقه دختر ما ساخته. اونجا خواهی پلان نیست. از یک طرف مردم نمیفهمن. مردم ترساندن. اگر ما همین دواره به اون خانم بتیم، اگر او خانه از او اشتوک نشه، فردا روز قیامت گردن ما بسته است. این یک معلومات چتیز که برشان دادن. اونه در داکومنتری خواهی پیشتانه از هر وقت خواسته باشین ببینید. یا او مرده که دیگه در بدخشان که میگه صاحب کوچای ما از اشتوک پر است. شب این طرف میخواه میزه، روز این طرف میخواه میزه. این ما شما در بحث کانترسپشن خوب سرش گرب زدیم. اینی را آدم بفهمه، اینمی بهترین وقت است که برای مریضا بگوین که بهتر است که اطفالت در پلان بکنی. و ما حاضر هستیم که برات خدمت کنیم که هیچ نقصان برات نکنه. که تو تفلایت به پلان باشه. هر دو سال بعد میگی، هر سه سال بعد، هر پنج سال بعد میگی، هر یک سال بعد میگی. ما گفته نمیتونیمش که چه. منتها هر قدر که وقفه موبایل زیاد باشه، تفلایت خودت صحتمند میباشه. دیگه معلوم دار کانسل فور برست فیدینگ. در افغانستان خب من فکر میکنم که 99% مردم برای جی که دیگه شیر برشان چی نیست؟ مهیا نیست. تنها شیر گاو اگه باشه یا شیر بز باشه یا شیر گوسفند باشه میفهمین. ما پورا یادم نیست وقتی که شیر گاو اگه برای اطفال خود میتین از ما که یقینا شما بهتر میفهمین. دو گپ آدم بکنه برازی که شیر گاو از شیر مادر دو فرق داره. پروتینش بسیار زیاد است و شکرش کم است. باز در مابین چی میگن یک بر چار یا یک بر سه او بندازن در شیر گاو و یک قاشق بوره بندازم. اینی بازیر نزدیک میسازه به شیر مادر. برای اینکه اگه باز پروتین زیاد بتین طفلها را نمیفهم که یک تکلیف هست برش از نظر جهاز هضمی. از اون خاطر برست فیدینگ بسیار جد مهم است. هر قدر زودتر که شیر بتن و هر قدر زیادتر که در پستان خود بندازن اما قدر شیرشون زیادتر میشه. خب این بحثم در چی گفتیم که تاثیر برست فیدینگ سر اولیشن چی هست که این هست. دیگه این حال اگزامینیشنش رو چطور میکنید؟ از نظر جهاز تناسلی ویژوال از سرویکس 100% باید ابرو اسپیکولوم مولمدار
وقتی که آدم میره ولوا و وجاینا و سروکس کلش آدم معاینه میکنه. Obtain cytological specimen. در افغانستان خوشی از آدم احمد بسیار نادر از جایی که ویروس پپ سمیر سایتولوژیک میکنن. و یک قدر در افغانستان ما خودم قدر سالایی که بودیم کانسر اون قرائم بسیار کم دیدیم. برای زی که در اونجا HPV هیومن پاپیلوما ویروس که یک سکشوالی ترانسمیتد دیزیز است و قدر ندیدیم. منتها در کسای دیدیم که زیادتر بیرون رفتن در ممالک عربی یا در ایران یا در اینجا برای کار از اونجا امرای خود HPV را آوردن برای خانم خود. دیگه معلوم دار این استاندارد است که باید کلامیدیا و گانکاه که سردیش باید کلچر شود. دیگه کدام التهاب که در محول باشه باید این آدم ارزیابی کنه. در بایمنوال اگزامینیشن میفهمین که معلوم دار سایز و قوام رحم آدم تعیین میکنه. دیگه کلینیکل پلوی میتیریال ما شما گفتیم که کجا دستایتان اندازه کنین، از کجا تا کجا و اینجا را چطور اندازه کنین. باز من فکر میکنم اگر لازم میدیدین یک روز باز سر مکانیزم لیبرن دلیوری گپ میزنیم برزی که به فکر من یکم اکبر مغلق است. اگر شما باز فهمیدین کلشه خب فبه ها من بسیار خوش هستم. باز اگر شده بود خب بیرزی خواهد از این موضوعات خلاص میشیم، مجبور هستیم که استاستا پس تکرار را شروع کنیم. دیگه اولویشن اف ادنکس را باید دادم در وقت معاینات، ادنکس را هر دویش را باید ارزیابی کنم. خب این حال چی مشوره میتین برای مریضتون؟ مریض حامله دار است، اینجا هم دکترش است. خب میگن که میگه بسیار به صورت جدی بینی چیزایی که خطرناک است، علائمی که خطرناک است برش میگن که report immediately day or night. اگر روز بود یا شب بود اگر اینمی چیزا برات پیدا شد فوراً بر ما حوال بده. ولیم دار any vaginal bleeding, swelling of the face and our fingers. Swelling of the face دلالت به third spacing میکنه. Blurring of vision. اینی چیزها را اگر بهتر از کسای خواننده باشه خوب، اگر نباشه برش بگوییم که یادش نره یا برش نشته کنیم برش آورش بتین که بازو خود یادشان میرم که چقدر است. دیگه severe or continuous headache, abdominal pain, persisting vomiting, استفراقات مدام, chills or fever, لرزه یا تب, dysuria, ادرار کردن درزناک سوزه. Escape of fluid from vagina. اگر از محبل آب خارج میشد. این را خود ما شما در پرام و پی پرام دیدیم که کسایی که میان که میگن ما به اصطلاح افغانستان اوریزی داریم 49%شان اوریزی ندارن. یک علت دیگه است. یا است که ادرار مخصوصا ترامست سیوم اونا در بحث انکانتیننس ما شما خواندیم که چرا برای مریض ها استرس کانتیننس پیدا میشه. اسکیپ فلوید دیگه مارک چیزز از فریکونسی اند انتنسیتی اف فیتال موومنت که طفل خوب حرکت نکنه. اینو خب اگه وقت باشه بهتر است که امروز در سر فیتال اسسمنت هم کمک کار گاه بزنیم. خب ریکامند فور اندیکیشن تست چی تست داره باید میکنین. اینو اجازه از این است که ما براتون دیگه تشریح بدم. اینی رو خودتون میبینین. انیشال از سون از پاسیبل جی سی، کلامیدیا، سیفلیس، هپاتایتیس، ایچ آی وی در افغانستان هایی رو میخوین دیگه آرچ، انتیبادی، سکرینینگ، روبیل پایدر و سرویکل سایتولوژی. یه حتم است. دمی اول ویزیت باید شد. بعد از اون در 8 تا 18 آلپساون است. اگر امکان داشته باشه که اگه ضرور باشه. امنیوسنتی سی وی اس یا کوریانیک ویل سیمپلینگ. دیگه باز ماترنال آلفا فیتوپروتین. برای کسایی که امیر تریپل سکوات سکرین میگن که کدام تشویشات کروموزیمی باشه اینی یک بیرقه که سرخ بالا میکنه. باز در 26 تا 28 دیگه گفته ریپیت انتیبادی تستینگ آف آر سنسیتیزیشن. این ما شما مفصل سرش گرب زدیم. باز ما بین 32 و 36 چی میکنیم که آلتراساند تستینگ فار سکشوالی تستینگ فار سکشوالی ترانسمیتد دیزیز باید تستینگ فار
ultrasound testing for sexually transmitted disease, culture of group B streptococcus. اینم شما سرش مفصل کار دادیم. دیونجه چون کلچر کده نمیتونین چی میکنین؟ اونم 5 گروپ های ریسک که یک طفل جی بی اس داشته بوده باشه یا ایسته که 19 ساعت پیش از ولادتش 19 ساعت پیش از ولادتش رپچر ممبرین کده باشه دیگه پری ترم لیبر باشه دیگه پری ترم لیبر باشه و دیگه یا پری ترم پری مچه و دیگه پنجمش ایسته که یک یورینری ترکت انفکشن داشته باشه که گروپ بی استرپتوکوکس باشه شما هم از همین 5 فاکتور استفاده میکنین نه رس فاکتور استفاده میکنی. شما از استفاده میکنین همین یک وقت بهترین استراتژی بکن در هفته 35-36 رکتوم و محبل کلچک ریکاردش میروند اون پریدیتال ریکاردتان بسیار آسان است اونجا نشته کده یک جایی که جی بی ایس کلچر اگه جی بی ایسش مثبت بود او را سزاریان میکنین اگه جی بی ایسش منفی بود از روی پایان لاده بگیرین برای زی که خود جی بی ایس که اطفال اگه به جی بی ایس مصاب شوند موربیلیتی مخصوصا مورتالیتیشن از خاطر جی بی ایس گروپ بی استرپتوکاکس منانجایتش بسیار زیاد بلند میره میگن کنها را باید سزاریان کردم خب ما در ایره ما شما در پیپر هم خواهدیم این در اگه کسایی که های ریسک پرگننسی است مالم داری را شما میفهمین که چی است اگه های ریسک پرگننسی پریویس پرگننسی دلیوری کامپلیکیشن چی است آپراتیو واجینال دلیوری که فورسپس شده یا روتیشن شده یا هر چیزی که شده آی جی آر مالفورمیشن یا کل چه خواهدیم هستری آف پری ترم برد ایره ما شما هایپرتنسیو دیزیز و پرگننسی رو کل شما شما به صورت بسیار مفصل دیدیم آیا مریض انفرتلتی داشت یا نداشت عادتش چی است عملش چی است بی ام آیش چقدر است که بیزل متابولیک اندکس است ایرام هم در چی در خود آیفون شما داره نه به بی ام آی اینمو بی ام آی بهتان چی میکنین دانلود میکنین اینمو بی ام آی که فقط قد و وزن داخل کنین براتون میگه که بی ام آی بیزل متابولیک اندکسش مابین 23 تا 25 26 نرمال است دیگه معلوم دار نوتریشنش بیشتر دستش کم زدیم دیلی منیجمنتش چطور میکنین اینو گفتیم بالانس دایت باشه اکسرسایز او روز هم گفتیم که اکسرسایز هیچ نقص نمیکنه بهتر است مخصوصا قدم زدن مخصوصاً عضلات خود را بده وزنای کم یگانه چیز را که امریکن کالج منع میکنه ایست که جمپنگ اپ اند داون خیز بزنن بالا پایان مثلا ریسپان بازی در غیر از او دخترهایی که در اولمپیک شرکت کردن در 3 ترایمستر اول با امو سپورت های شاقه اینسیدنس یا فیصدی مسکریج پیششان از کسایی که نکدن بندر نبوده اینا هم یک راندمایز کنترول است که تقریبا ثابت شده دیگه دیلی اکتیویتیش مالون دار شرط نیست که استفاده کنن پرینیتل ویتامین کلسیوم فولیک اسید مخصوصا در افغانستان نورال توب دیفکت بسیار زیاد است کسی مخصوصا اگر تاریخچه نورال توب دیفکت پیشتر داشته باشه باید اقلا برای زنا 5 میلی گرام فولیک اسید در روز بتین در غیر از او دوز عادیش به خلم 1 میلی گرام است دیگر دیلی مجمنت ترابل نو رسترکشن میتونه هر جای براه بیدنگ این کلودنگ نو رسترکشن باول هابت باید ترکاری و میوه و اتراغ بخوره آب و زاد بخوره که قبضیت برشان پیدا نشه پویتیس مناسبات جنسی هیچ کدام ممانعت نداره دوشیز اجازه نمیتن که داخل محبل بشورن برای زی که محبل خودش ایکوی محبلی رو ما شما سرش گرد زدیم محبل همیش نگاه میکنه care of the breast and abdomen چطور سینه خود باید بشورن اینا برای زی که در ترمه سیم شیر شروع کدک مه و بعد پوستپارتم همینه خوب شد که یادم براتون بگیم برای مریضا میگین که همیش وقتی که شیر دادن خلاص بسیار تر میکنن نم نمی سر چی خود
پستان پاک میکنن و باز یک گاز یا یک کلینکس در زیر سینه بند میمانن برازی که شیر خارج میشه هر وقت که شیر شروع کرد برازی که اینال شیر اگر خارج شد در اونجا خشک میشه رو خشک شد همی پورای چیر بند میکنه سبب breast congestion میشه از کلینکس که بانین کلینکس رو شیر جذب میکرد نمیمانه که همون شکافای چیر بسته کنه یعنی از نظر breast care دیگه دندانهای خود باید بسیار زیاد تمیشه بخورن امینیزیشن ها تقریبا تمام امینیزیشن یک لیست داره که یقینا شما میفهمین خواسته بریم من لیستش براتون روان میکنم که امینیزیشن های خود باید بکنن سموکینگ ها پیشتر گفتیم کافئین بهتر است که نخورن کافئین هم سبب ویزو کنسترکشن میشه دیگه مدیکیشن رو نمالم دار در اون اپوکراتی که ببینین میگن که کدام کلاس ایس بی سی تا کلاس سی رو اجازه میدن کلاس دی رو وقتی میگن که 100% ضرورت داشته باشه باید کلاس دی رو آدم بر مریضان نده دیگه اونه با سبسکوند ویزت اونه موش که گفتیم پیشتر ده تا هفته فور ویکس تا به اینجا رو بعد از او باز هر دو هفته و باز یک هفته قبر رحمه میبینین و دیگه دپستک ادرار رو میبینین و دیگه در 26 تا 29 اینی هم استندرد است یک 1 hour جی تی تی میکنین که 50 گرام گلوکوز 100 گلوکوز تولرنس تست آدم میکنه اگه این مثبت بود که به خیال ما اونموش پیشمه هست پیشما هم هست یعنی چیتان آیفونتان که بگیم که اگر از 120 یا چطور دوتاش بلند بود در بحث دیابت سرش کاف نزدیم بوزینی اگر اشتباهی بود بلند بود بعد از او بازدن 3 ساعت جی تی تی باز 75 گرام 3 ساعت فستینگ است باز 2 hour پوسپرندیم است باز از او 3 ساعت پوسپرندیم است دیگه کومز تست معلوم دار گفتیم ما شما گپ زدیم سرش از نظر آرش نگتیف که دیگه وقت دادم بکنم مخصوصا پیش ازی که برشان روگم میتین دیگه 37 ویکس پیشتر گفتیم کلچر آف جی بی ایس بکنادم آر پی آر و معلوم دار آر پی آر هم میگن که در ترایمست سیوم باید تکرار کنه هم در ترایمست اول برای ازی که در دوران حملگی به سفلیس مصاب شده نباشه در افغانستان اگر سفلیس زیاد است نمیفهم شما چی فکر میکنین دیگه معلوم دار اونه های گروپ است تریت های ریسک پیشنت که اینه برتان گفتم که اینه می 5 گروپ است پرام باشه و پری ترم لیبر و پری مرکتور لیبر دیگه پریویس جی بی اس داشته باشه دیگه یونیت تراک انفکشن که کاز با جی بی اس باشه پشته. اینه می بهترین یک استراتیجیست که آدم از طفل جی بی اس خودداری کنه دیگه سرویلنسش معلوم دار هارت است سایز مدر امنیارک فلوید است یه را کلشو می فهمید پریزندنگ پارت اف ستیشن است فیتال اکتیویتی است که کانت پرینتال سرورنس مالم دار فشار خون رو میبینین وزش رو میبینین تمام پیشتر گفتیم که سردردی و نواجی و بلیدینگ و اینا رو دستن فرام سیمفیسیس تیوبس تو فندسی فقط یک تکرار میکنه براتون کانفرمیشن اف پریزندنگ پارت که در کجا صاحب سر است نیست ترانسورس است سی بسیار جد مهم است که آدم ایره تعیین کنه دیگه این کامن کامپلینز که هست که ایره در وقت حملگی است که استفراقات است سردردی است وریکوزیتی است هیمروید است کلگی دیگه آدم سیمتوماتیک داده میگن هارت برن است از خاطر گس ایره گردز میگن گاسترو اسوفاجی ریفلکس دیزیز که خود میفهمین که بحثیر بواب در وقت حملگی واز میشه کمکاره برزی بهترین چیز پیش خود چی بود همی زنکس بود حالا زنکس از مارکت ورداشتن اف دی ای حالا از بجای از او چی میتن همی یک دوای دیگه است که پورا مر یادم نیست دیگه تایلزم یک چیز بسیار زیاد خراب است که مریض بسیار زیاد لواب دهانش سر میکنه من یک مریض داشتم که در روز 40 قطعی کلینکس هست 40 قطعی کلینکس در روز مصرف میکرد برای ازی که اگر در
یک گفتانی یاده چی توف کنن تعالج می تعالج ما شدیدتر ساخته می باید امر ارتکه چیز دارم هیچ حالت اشتابال معلوم نشده و وقتی که حمل خلاص شده سباش تعالج مستاد میشه بسیار نادر است ما در تمام دوره پرکتیس خود دو یا سه مریض دیدیم یعنی متوجه باشید دیگه مندر مانده میشن سردردیس است لوکورویاس که گفتیم از چیش که در محول میه اگه اجازه بدین چی میکنیم یک چیز دیگر هم ما شما شیر میکنیم که باشن اگه ما رو پیدا کنم که در کجاست که در این اینجا بسیار موقعیت خوب است بسیار خلاص است خلاص ما شما در سرش گرد بزنیم خوب است امین فیتال اسسمنت بسیار زیاد مهم است که یوم از جمله چیست دیگه معلوم دار از جمله پرینتال کیر است میبینین اسکرین مرا؟ بله استاد فیتال اسسمنت فیتال اسسمنت چیست که در دوران حاملگی ما شما طفل ارزیابی میکنیم که آیا صحتش چطور است آیا طفل چقدر وقت دیگه زنده مانده میتونه آیا ای اکسیژن درست بهش میرسه یا نمیرسه که کل شاید نظر کلینیکی میتونیم یک وقتی بایو فیزیکال پروفایل بایو فیزیکال که نبود ما تنها کیمیکال پروفایل میکردیم مثلا کسایی که دیابت داشتن 24 ساعت ادرار جمع میکرد سریولشه تعیین میکردیم اگر سریول بلند میرفت میگفتیم دیابت وزش خوب نیست امروز امرای بایو فیزیکال پروفایل میشه که بسیار ارزان هم است و آسان هم است و کنوینینت است متد فیتال اوالویشن چطور آدمی را ارزیابی میکنه انویزیو نان انویزیو یک شخص که انویزیو است که آدم یک کار میکنه دست میزنه یا چیز میکنه میله جان خطا خورده یکیسته که او نیسته که انویزیو نیست این اولین چیزی که برای شما مهم است مخصوصا قبل از صبح تمام مریضایتان برشان معمولا از ترمست سیوم در ترمست دوم تا به آخر خودشان در منیجمنتشان شریک بسازید برز اونا میگین که هر روز یک ساعت بعد از اینکه چای میخوری هر دفعه که طفلت شد خورد یک پنسل بگی همراه یک کاغذ فقط یک خط بکش باز چهار تا خط که کشیدی که در پنجم شد اینال ما تو رو میخواییم بفهمیم که تو 12 حرکت در ظرف 12 ساعت تو حس کردی معمولاً 40-50% حرکات که از امرای آلتراسان مقایسه شده در رندمایز کنترول مادرها احساس نمی کنن اینا حالا اگه این 12 حرکت از ساعت 9 بجه صبح تا 11 یا تا 2 بجه رو تو حساب کردی دیگه به زور روز حساب نکن اگه 12 حرکت حساب کردی دیگه روز این کار بکن هر روزی که تا 12 ساعت حساب نکردی سبایش پیش ما قول در یک تست آسان مگر فاق را در مفید طفلایی که آستاست و وزشان خراب میشه که کانتشان خراب میشه که خوب حرکت نمی کنم لغت نمی زنم که کانت خوب مالا که لغت زدن نمی گم یکی دیگه نان استرس تست است که انستیز دک که یام انویزیو نیست استرس برای مادر آدم در رحم یا برای طفل زیر فشار نمیاره یادتان هست که در چندین دفعه دیدیم که گفتیم در وقت تقلصات خون مادر از طفل از پلاسنتا قطع میشه رحم که تقلص میکنه نمیمونه که خون به داخل پلاسنتا بره اینی اگه استرس از سر طفل که اگه شما بازی رو به صورت
artificial برش نقشان بتین پتوسین بتین ببینین که آیا این طفل یک ظرفیت داره یک ریزرف داره که امی استرس مقاومت میکنه اگه نکد در حرکات قلبش معلوم میشه که اونو را استرس تست میگن یا بی اس تی میگن بریست استیمولیشن تست یا او سی تی اکسیتوسین چالنج تست میگن ان اس تی نان استرس تست است خو هیچی نان استرس تست چی هست نان استرس تست است که شما مثلا کسایی که اگه چی دارن مثل موجان شون وره سی تی جی دارن مادر در سی تی جی با شکمش بسته میکنن یک تکمه اگر کس در دستش میتن میگن هر وقت طفل شور خورد این تکمه را فشار بده این حالی تکمه را فشار میده اینجا با جنال چیشه میبینین تکمه را فشار میده در ضربان قلب طفل در وقت حرکت 15 ضربه فی ثانیه فی دقیقه بلند میره 15 ثانیه دوام میکنه و باز 15 ثانیه بعد پس پایان میره اینی رو یک ریاکتیو انستی میگن یک علامه است که اگه یه مثبت بود طفلتان تا یک هفته را به اغلب احتمال که زنده میمانه اگه یه قدر مثبت نبود باز سکور یک آدم مثل ابگار بار آدم باز سکور میده این حال سکورتان یکی از انستیست اگه انستی خوب 15 ضربان بلند در پایان آمد دو میتینش این او سی تی است که شما چالنج میکنین که معلومدار آجت ازی نیست اگه یک تکه که گرم جل برش بتین بر خود مادر که در زیر پیران خود استاستا همین خود نپل مساج بوده مسئولیت اینی به ذات خود محفظه فوق الکلیه را فس خلفیش تنبیه میکنه اکسیتوسین افراز میکنه میبینین که یک دقیقه 15 دقیقه بعد رحم تقلصات میکنه که معلوم دار در زیر سی تی جی است این حال باز در صورت بعد از تقلص قلب جنین پایان میفته که لید دیسلریشن میگه ما شما در سی تی جی گفتیم خب دیگه بایو فیزیکال پروفایل است که بسیار ساده نان انویزیو است چی میکنین که در وقت التراساوند فیتال اکتیویتی رو میبینین که طفل شور میخوره یا نمیخوره اینا لازم دو سکور برش میده مثل ابگار سکور بر. اگه شور خوردنش بسیار راستا بود یکی میده اگه هیچ شور نمیخورد صفر است دیگه فیتال مسل تون یه دست خود وقتی که تو بالا میکنه یا قط میکنه آیا پس وازش میکنه یا بسیار آستا یا دستای شتراکای شل افتیده که تقلصیت عضلات نشان میده تقلصیت عضلات از چی خاطر خراب میشه که اکسیژنش کم میشه ما شما هر وقت که اکسیژن وجود ما کم شود زوف میکنیم مفتیم که همون رستینگ تون عضلات خراب میشه دیگه فیتال بریدینگ اقل باید در نیم ساعت 40 دقیقه انتظار بکشه که طفل تنفس میکنه شما میبینید صفحه صدره که پس پیش از من که شما در التراساوند تجربهتان زیادتر است این همین باز دو یک یا صفر دیگه ای اف آی است که امنیارک فلوید اندکس است یا یک پاکت میبینین یا کلش میبینین این حال کل اگه زیده ده میشه ای دو از او هشتم از ای ده این حال اگه مثلا بای فیزیکل پروفایلتان هشت برده بود این طفل به احتمال 99% یک هفته زنده میمانه اگه پایان شد مثلا دیگه هفته که میکنیم مثل که روز بی پی پی چی در مریض جاغوری چی بود؟ چار بود به خیال من سی بودم ترا چیزی بود میفهمین که این طفل ممکن است امروز یک ساعت بعد تلف شد دیگه یکی دیگه است که بی پی پی مادفاید است مادفاید چیست که شرط نیست که کل اگزی رو بکنین فقط انستی رو امرای امنیارک فلوید یک جای میکنیم که هم تقریبا ارزیابیش قیمتش عین چیز است که شما هر پنج زیر سکور ده برش بتین دیگه کلارک تست است برام فیتال استیمولیشن تست یاد میکنن اطفال که مخصوصا در وقتی که در ولادت هستن یا وقتی که سر پایان شده دردها شروع کرده شما نمیفهمین که وضعیت چطور است میرین سکلپ استیمولیشن تست است شما امرای یک ناخونتان خوب سر طفله یا بریچ طفله تو تراش میکنین میخورین در این وقت چی تان بسته است سی تی جی تان بسته است اگه باز مثل انستی واره سی تی جی تان بالا رفت
اینی یک علامه بسیار خوب است. اگر کلارک نیست منفی باشه که به این جواب نده، اینی یک علامه خوب نیست. سکلپ استیمولیشن تست اگر دهی نشد، باز اکوست کس که در اونجا شما ندارین. دیگه سیمپل شوگر اگر بر مادر بتین که سیمپل شوگر در او سیب است، در باز چیزهای دیگه هم است. بعد از 5 تا 15 دقیقه شکر خون طفل بلند میره و امراه شکر بلند رفتن طفل اگر خواب باشه بیدار میشه. اینی از نظر ایدستیکس. خب فیتل که کانت برتون گفتم که اونا اونجا برتون تشریح کرده که چی رقم بیشتر برتونی رو تشریح کنم که چطور مریضا رو میگن که کیک کاونت کنه. اینه اینی یک انستیس. ببینین اینجا چی کرده، امو تکمگه که پچخ کرده که نشاند که اینجا حرکت کرده. وقتی که اینجا حرکت کرده سعی کنید که 15 بیت پر منت بلند رفته، از 15 ثانیه هم نه که اینی هر کدام از این کلگه از 60 چیز هر کدام از 10 ثانیه است. این 15 ثانیه دوام کرده و باز پس با جای خوده اینجکشن بازنش. اینی 0 to 2 از یادم میده. اینی لید دیسلریشن قدر ضرور نیست که آدم بکنه، اگر کرد اینی به ذات خود نشان میده که بعد از اینکه تقلص خلاص میشه که پلاسنتال انسفیشنسی رو نشان میده، که عدم کفایی پلاسنتا رو نشان میده. اینه دیگه چیش اینه دیگه لید دیسلریشن که نشان میده. دیگه این سکوره که باز میتین، باز این سکوره گفته ببین severely compromised سکورش under 5 است، moderately 5 to 7 است، 8 to 10 not compromised، از 8 تا 10 فر بلکل صحت را این اینجا برطانه موری گفته. اینجا من گفتم امره ازی شامل بینیم که امره چیتان امرای پرینیدل کردن یک ضرورت موازی میشه، این خوب به وقت خلاص شدیم. من یقین دارم سوال دارین. آه برو شالا جان. استاد امی فیتل اسیسمنت در از آمد نمیشه این رو نمون تو مثلا. چی رو بودیم؟ ایره فیتل آه چرا نیم برکل نمیال که خلاص شدیم روان میکنم. آبیس اکیز ساده من اگه بسیار زیاد مفید است در وقت پرینیدل. استاد اجازه است؟ نه استاد دهی آخرا موضوع سیفلیس خود من اقرار ندیدم، من نفرم بازم استاد یوم مراجعه نمی کنه یا تشخیصم با مشکل داره، ولی موقعات وارد زیاد شده استاد، موقعات کاندیلوما HPV و این یک مشکل خلق کرده و اینجا ما استاد از خاطر تعیین انتیجنی گپ ما هم مشکلات زیاد است و اکثر کسایی که مصاب شدن کسایی هستن که شوهرهاشون دوبای سفر دارن یا دیگه خارج از کشور میرن و مشکلات زمان حاملگی هست. یک پرابلم است که استاد ما مواجهش نگفته استاد دیگه سمت منجمنت چون در پرینیتال کیر نامده موضوع و HPV. این آنه مبار کنیم که بسیار خوب سوال کردیم، ما پیشتر نخواستم که سر بزی که خود از یک بحث کلان است. HPV Human Papilloma Virus 100 species داره، نمبر یک گرفته تا نمبر 100. اگر شما خانم در مابین یک تپ او غرق کنین تا به گردن و امیار 100 سپیشیس در اونجا بندازین، این خود از یک سپسیفیک چی داره؟ افینیتی داره. مثلا 6 و 11 در محبل و در زیادتر در ولوا خودم نیچسبانه. 16, 18, 35, 32, 42, 41 اینا های ریسک هستن، اینا در عنق خودم نیچسبانه. یک تعداد از اینا های ریسک هست برای عنق که این همی چند تا هستن، 7-8-9 تا هست. زیادترینش 16 و 18 هستن که بسیار با خوبی وارد تفریق میکنن. یک تعداد زیاد از یه لو ریسک هستن که قدر مهم نیست. اینا کسایی که مخصوصا کاندیلوما داره شما 100% باید اون قضی زیر مراقبت باشه همراه پپس میر، که باز اون پپس میر خودش معلوم داره یک کورس 16 ساعت است که آدم سر کلپوسکوپی گپ بزنه.
که اینا با کانسر عنق مصاب نشن. کسایی کاندیلوما پیدا میکنن بسیار یک مزلی کلان است. مزلی کلان از این خاطر است که اینا به تداوی و قدر خود جواب نمیتن. تداوی کاندیلوما است که ایر آدم بقایه کنه. اول خود واکسین پیش نبود. آلینه چند سال شده که واکسین وجود داره. واکسینی که میتن اکثر واکسین 16-18 است. مگری کراس ریاکشن میکنه برای 6-11 هم مؤثر ثابت بشه. لینی چند ماه میشه که واکسین های را چی کردن؟ دمی واکسین 16-18 6-11 هم زیاد کردن که او از کاندیلوما هم جلوگیری میکنه. حال قانون است در اکثر استیت ها بازش نیست که دخترهای 12 ساله کلشان باید حتما HPV واکسین بگیرن که گاردزل میگن. اینی از اون قرائم ممکن است که اگروز کانسراش بیخی از بین ببره. خب این حال در اونجا خمال مدار شما نه گاردزل دارین و در اینجا هم کسایی که میال HPV دارن. برای از اینا تا سن 21 و 24 هم میگن اگر آدم گاردزل بته بسیار امکان داره که واقعات اون کانسرهای اون قرائمه و خود چی را که بعض وقت به وروکس کارسینوما تبدیل میشه همین خود کاندیلوما این را میگه ممکن است که انسیدنسش آدم پایان بره. خب تداوی کاندیلوما را چطور میکنین؟ او روزان بخیالم که گفتم بهترینش همراه CO2 لیزر است که آدم میره ویپرایز میکنه که تبخیر میتیش. منطقه CO2 لیزر وقتی اینم تخریب میتر باید بسیار یک سکشن قوی در پالوی لیزر باشه که تمام همه پلوم زیر یا دودش کش کنه و فلتر کنه بیرون. برزی که در دود ازی HPV زنده میمانه و برای ما توصیه شده که باید ماسکای مخصوص میپوشیم در زیر ازم 3-4 دانه گاز میمانیم که تنفس نکنیم میره. یک تعداد دکترای نسایی کاندیلوما در حبول صوتی شان نشونه ما کده. بسیار بد چیز است. این حالا شما خود لیزری را در اونجا لیزر ندارین. بهترین تداوی دیگهش اگر بسیار زیاد کلان باشه خودم معلوم دار اکسیژن میکنه میکشش. اگر مثلا به اندازه 1 سانتی 1.5 سانتی خودتر کلانتر باشه. معمولا نخون شما میفهمین که اتفیه قسم منتشر است در کل ولوا و جانا. بهترین شیستک؟ اگر شما امروی الکتروکاتری تن امروی بووی تن امو تپ داشته باشین که تو یک توپاکت سرش بال تپ است. اگر بال تپ داشته باشین امروزی بسیار زیاد آسان میشه. اگر بال تپ نداشته باشین امی دیگه که شما پاگلیشن میکنین قطع میکنین امروزی همه میشه. ای را میسوزانین بودوز یک کیورت هم میگیرین امروی یک کیورت ای را کیورت میکنین. بازت دستان دسترش چی میکنه؟ اگر بلکل لشن بود کورتتان تکمیل شده. اگر باز یک زیر درشت یا بلند بلند زیر دستان آمد باز می سوزانین باز کورت می کنین. این تقریبا ما بسیار زیاد امراضی تجربه کردیم. اینی تقریبا موازی به لیزر کار میده. با تمام همه چیزا این مریضا معمولا اگر مخصوصا هایجین خدا خوب نگاه نکنن و دیگه انفکشن ها با وجود بیه در حدود نقصش در حدود 50% است. 50% پس بیه. دیگه زبایده جان خودت راست میگی امروز در افغانستان بسیار استیدی را از بیرون مردم آوردن. سوال تجواب داده را نسته میگم؟ بله تشکر استاد. استاد یک موضوع دیگه هم که میخواستم همیجا استاد بفهم مادرها حمل میگیرن ما آنتی نیتل کیر میکنیم ولی متاسفانه ما پری کنسپشن کیر نداریم. مادران به مجرد کارسی گرفته آرسی کردن ناجل میخواین حمل بگیرن. مثلا موضوع نیوروتیبل دیفکت استاد شما یاد کردین یا موضوعات تیت که بسیار زیاد مهم است. استاد در این قسمت همین دکترهای جوان ما خصوصا اگر استاد در میدیا اگر یک چی شوه که پیش از اینکه میخواین حمله شوند بسیار مهم است. مثلا نظر تلیسیمی چک شوند نظر میگلوبی نظر بعد از اون چیزی که حمله شوند چی کنیم ای دیگه چیزیست که مسئولش خود مطبوعات ماست و متاسفانه اونا هیچ وقت مسئولیت سرت مردم افغانستان را دوش نگرفتن. با اینکه گپایم رکورد میشم اگر من کلک رازگوی که میکنم من کلک رازگوی هستم به نظریه ناقص خودم. برای اینکه تنویر افکار عامه
اجی تداوی هایی که ما شما امروز میکنین صد مرتبه موثرتر از صحت یک جامعه. خب بسیار چیز ساده است که بر مردم بگه که یعنی دینت دمی رادیو ها بگوین. ولی رادیو جاغوری یک رادیو داره که در اینجا انتربی میکنن. ما یک دو سی چهار دفعه انتربی کردیم. اینقدر سر صحت جامعه یک تاثیر عجیب و غریب کده، مورتالتی اطفال پایان آمده، مورتالتی مادرها پایان آمده، بسیار چیزا پایان آمده. اینی دیگر امروز شما طب آینده افغانستان به دست شماست و متاسفانه که دازان غریب در افغانستان، دازان ملای غریب کس نماز نمیخوانند. در گپ ما خواهی هیچ وقت کس نشنیده غیر شما، در گپ شما ممکن است بشنیده، مگر این مسئولیت هست دیگه. ما خودم هیچ رایش نمیفهم که چطور کنیم که مردم آدم از نظر کانترسپشن اون ویدیو را اگر داکومنتری را در کل افغانستان نشان بتن، یک تعداد زیاد مردم میگه او باید مرده کردیدیم، گفت ما خود تا بالا نمیفهمیدیم، گفته الف در جگر نداشتیم. این حالی که فهمیدیم دیگه، خب معلوم دار مردم ما الف در جگر نداره، باید برشان الف بتیم در جگرشان. این موضوعات هم کلش مربوط اونه موست دیگه. در شما میگه خوشو هم یعن یک ماه بعد از آرسی یا آرس معامله دار نشده، او در غذا به خودش برو دیگه پیش من به بازی یک اجده ما بوده. تا اجده ما را سوسایتی امریکن سوسایتی آف ریپروڈکتیو میدیسن، تا اجده ما را هیچ ورکاپ انفرتیلیتی را اجازه نمیدن. اقلا اجده ما باید انترکورس نرمال و با وقت نرمال و با تکنیک نرمال کده باشن، بعد از او باز میگن که شروع کنین به ورکاپ انفرتیلیتی. نمی هست دیگه، یعنی کلچر خوب شما چند دفعه سرش گرد دادیم، سر صحت مردم از کلچر که در هیچ چیز یک تاثیر مستقیم خوب یا بد نداره. تشکر استاد. آه بفرق سبا شو گفتیم که سر چی گپ میزنیم برتان روان کردیم. بله سر چی بود؟ امی جی واین امرجنسی. امی هم خوب موضوع است ببینیم. استاد افتیار، نه میشه سر موضوع سرویکل کانسر گپ بزنیم؟ سر کدام؟ سر سرویکل کانسر؟ بله استاد. دیگه چهارشنبه یک دفعه گپ زدیم سرش، دیگه چهارشنبه با سرش گپ میزنیم. تشکر. برو خواهد اولت کنیم اگه میخواین. برزی که در افغانستان یقینا کانسر های اون باز میبینین شما، برزی کسایی که به HPV بساب میشن اقلا 15 تا 20 سال میگیره تا تیک، بسیار سلو موشن است. از اون خاطر از کانسر های اون که شما در سن بعد 35 و 40 زیادتر میبینین که اصلا شروعش از 18 سالگی شده. هر قدر که وقت شروع شده، هر قدر که سن خرد باشه، هر قدر که در سن خود به HPV مصاب شد، هر قدر که تعداد کسایی که مجامعت میکنند زیاد باشه، سوشی اکنیمی که بسیار پایان باشه، با متناسب کانسر را انقلان بلند میباشه. خیلی ما شما ایتو کنیم اگه خواسته باشین باز یک چند چهارشنبه رو سریجه چی میکنیم، اگر بعد شاید کل مفقه داشته باشه. اول شروع میکنیم از پری کانسر است که چطور کانسر ها HPV چطور سبب کانسر بشه. سر از این ما شما گپ هم زدیم، یک اونق نرمال چطور است، چطور باز میره، باز چطور کانسر میشه، با CIN1-2-3 چطور است، انویزیف چطور است، باز میریم سر کانسر های انویزیف و باز استیج هایش و باز تداوی هایش. یک دفعه دیم خوب قما فرشتون. بله استاد درست است، بسیار خوب میشه. خب این خیلی باز در چهارشنبه، این در سه شنبه چون مربوطه موبا جانشان است، اونا باز هر چیزی که انتخاب کردن باز برشان گپ میزدیم سش. شما گفتین برای دوشنبه فایبروید است گپ بزنیم، نیست سه شنبه؟ بله استاد. خود سه شنبه سر فایبروید گپ میزنیم، چهار شنبه باز شروع میکنیم در سر پری کانسر CIN دیزیز. باز ما براتون روان میکنم کل چیزایش. خب اگه دیگه سوال ندارید، اول اینجا چند بجه است؟ 11 بجه شب است تقریبا. روزتان خوش. خدا حافظ.